با سلامی گرم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه کارگران و یک دنیای بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. این برنامه روزهای پنجشنبه هر هفته ساعت 9 شب به وقت ایران پخش میشه و روزهای جمعه دوباره تکرار میشه. برنامه رو به دوستانتون معرفی کنید، پای این برنامه بنشینید، با این برنامه همکاری کنید، از اخبار، گزارشات، عکس، فیلم، از تجربیاتتون و از نکاتی که اینجا بحث میکنیم و نظری دارید برای ما بنویسید و به این ترتیب همکار فعال این برنامه باشید. این برنامه شماست. اما اجازه بدید سراغ موضوعات بحث برم. در این هفته چند موضوع رو در نظر گرفتیم. یکی این که بحثی هست تحت عنوان ارزانسازی نیروی کار که به طور واقعی هزیانگویی های دولت روحانی و حکومت اسلامی هست که در مورد صحبت میکنیم. یکم موج وسیع بیکارسازی ها و بعد هم در ادامه کارزار علیه امنیتی کردن فعالیت کارگران، معلمان و مردم معترض و فشارها و تهدیداتی که بر روی کارگران و فعالین کارگری هست صحبت میکنیم و بعد هم گوشه هایی از اخبار و سرتیترهای مهم خبری هفته رو اینجا به اطلاعاتون میرسونم. در رابطه با ارزانسازی نیروی کار، میدونی که اخیراً نشستی بود تحت عنوان نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط. تو این نشست محمد رضا کارگر معاون وزیر کار به نمایندگی از طرف دولت شرکت میکنه و جالبه که میگه دولت آماده است که نیروی کار ارزان رو در اختیار کارفرمایان بذاره. اون میگه دولت آماده است تا پتانسیل ارزانسازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند. انگار که بازار برده فروشیه. مدت هاست هی آمار میدن 5 میلیون دانش آموخته جدید وارد کار میشن، نمیدونم بحران بیکاریه، سنامی بیکاری جوان هاست. حالا ایشون نیروی کار ارزان گیرش اومده، میخواد اینا رو چون احتیاج به رزومه دارن برای کارشون اینها رو با قیمت ارزان در اختیار کارفرمان بذاره، خارج از قانون کار، همین قانون کار ضد کارگریشون، یعنی با یه قانون جنگلی، با یه قانونی که دست کارفرما باز بشه، هر وقت هر چقدر کار از گرده اینا بکشه و هر وقت هم خواست اخراج کنه و ایش حق حقوقی هم اینا شاملشون نمیشه، نه حق بیمه نه چیزی. این قولیه که جناب محمد رضا کارگر داده و به وقاحت اونجا میرسونه. میگه که این که سرمایه جذب سرمایه های غرب جذب نشده دلیلش بالا بودن قیمت کاری، یعنی این دستمزد 812,000 تومان چند بار زیر خط فقر از نظر ایشون دستمزد بالاست و از اون طرف این رو در شرایطی میگه که ماجرای حقوقای نجومی دیگه خود حکومت رو به تکان در آورد، به یک موضوع داغ اعتراض تو جامعه. تو یک همچین شرایطی این وزیر احمق، این وزیر واقعا بیشتر داره اینو میگه. این بیشتر از هر چیزی پرت بودن اینا و در این حال استیصال اینا، گیجی اینا، هزیانگویی اینا رو نشون میده، چون اقتصادشون واقعا به گل نشسته، چون برجامشون به قول خودشون سوخ، برجامشون بیفرجام شد، چون سنگ رو سنگ بنا نیست، کارخونه پشت کارخونه داره به تعطیلی کشیده میشه و اون وقت اینها نشست پشت نشست میذارن برای اینکه خودشون از این مخمسه و منجلاب بیرون بکشن و به هر چیزی متوسل میشن. ولی هزیانگویی به این دلیل روشن که جامعه داره از اعتراض میجوشه، هزیانگویی به این دلیل روشن که وقتی شما به اعتراضات کارگری نگاه میکنید میبینید چه خبر هست. تو همین دو هفته اخیر نگاه کنید، اعتراضات کارگران ایران ترانسفو، آلومینیوم المهدی، چوب چوکا، جلو مجلس رو نگاه کنید چه خبره. وقتی رئیس جمهورشون میره به دیدارهای استانی ببینید چه به سرشون میاد.
و تو این شرایط انگار زورشون میرسه که نیروی کار رو ارزان کنه. همین الان جنبشی بر اثر افزایش دستمزد است، جنبشی که دو ستون اصلیش کارگرا و معلم ها هستن و این گفتگومان جاری هستش در رابطه با این حقوقهای نجومی. این بحث افزایش دستمزد داغتر شده و کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، مردم میگن که ما حق حقوقمون رو میخوایم، ما درمان رایگان میخوایم، ما تاثیر رایگان میخوایم برای بچه هامون، ما میخوایم که دستمزدها حداقل حداقل 3,500,000 باشه، بالای خط فقر باشه. این جنبشیه، این اعتراضیه. معلمان دارن هشدار میدن برای اول مه که چطور حقوقای نجومی رو میتونید بپردازید ولی به خواستای ما جواب نمیدید. بنابراین ما اول مه مدارس تهدید کردن، میگن ممکن مدارس تعطیل بشه. و به این شکل معلمان، کارگران دارن به استقبال یک حرکت گسترده میرن و باید این کار کرد. تو این شرایط که اینجور دعواهاشون بالا گرفته، اینجور اقتصادشون به گل نشسته، اینجور به هذیانگویی افتادن، این فضایی از اعتراض تو همه جا شما دارید میبینید. نمونه ایران ترانسفو که دیدید کارگران چطور قدرت اعتصابشون رو به نمایش گذاشتن. تو این شرایط بهترین فرصته که جواب این از هذیانگویی رو با یک اعتراض سراسری بدیم، بپیوندیم به این جنبش برای خواست افزایش دستمزد. الان که مدارس به زودی باز میشه، اون مسئله بازگشایی مدارسه، اعلام کنیم که تحصیل رایگان برای همه، اعلام کنیم درمان رایگان برای همه، اعلام کنیم خط فقر 3,000,000 حقوق ما 1,000,000، و ما خواهان افزایش حقوقا در حد 3,500,000 همون که کارگران و معلمان در بیانیه و قطعنامه هاشون بارها اعلام کردن باشیم و به این جنبش بپیوندیم و تدارک یک اعتراض سراسری رو ببینیم. خب از این نکته بگذاریم چون بحث زیاده. موج بیکارسازی ها، ببینید همونطور گفتم خب وضع اقتصادشون داغونه و این بیکارسازی ها و اخراج ها و این تعطیلی کارخونجات یک نمود بارز این مسئله است. تو گزارش ها میگه که ذوب‌آهن اصفهان با 15,000 کارگر به جمع شرکت های ورشکسته پیوسته، هزاران کارگر شاغل در اون به خیلی عظیم بیکاران پیوستن. علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معادن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تو اردیبهشت امسال خبر میده که تو شهرک های صنعتی کشور 37,035 واحد صنعتی وجود داره که از این تعداد 7,058 واحد متوقف و تعطیلند و تنها در معادن در ظرف 3 سال اخیر 700 معدن تعطیل شدند. و بنا به خبری میگه که جمعیت 42,000 کارگر بیکار شدند و این در حالی که باقی معادن هم زیر ظرفیت اسمی خودشون کار میکنن و تو خطر تعطیلی هستند. همینطور محمد آزاد رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد ایران تو فروردین 94 از تعطیل دست کم 14 تا 15 واحد تولیدی آهن فولاد تو سال گذشته خبر میده و جزء مکمل این موج وسیع بیکارسازی هم نپرداختن دستمزد است. و به همین دلیل دو مسئله بیکارسازی ها و مبارزه برای دستمزدهای پرداخت نشده دو محور مهم اعتراضات، ولی این اعتراضات تدافعی نیست، این اعتراضات تعرض اعتراض ایران ترانسفو که 4,000 کارگر اونچنان قدرتمند میایستن، پای میکوبن، شعار میدن که استاندار و معاون استاندار و معاون امنیتی و نماینده همه مجبور میشن جلسه بگینن، جلسه پشت جلسه و آخرم عقب میشنن میگن نخه زمین های این کارخونه به فروش نمیره، کارخونه کوچیک نمیشه، کارگرهایی که تو اعتراض بدن اخراج نمیشن و به غلط کردن میفتن. نمونهش تو کارخونه المهدی عیناً همین اتفاق میفته و همینطور تو کارخونجات مختلف. یعنی کارگران با چنین قدرت تو المهدی جوری کارگران ایستادن تو حرکت اردیبهشتشون که مردم شهر رو فراخوان دادن به اینکه اعتراضشون بپیوندن، خانواده ها شرکت کردن، جمعیت 5,000 نفره تجمع کردن و تو اعتراض اخیرشون اونچنان با قدرت دست به اعتراض دادن که فوری در کارخونه رو کارگران بستن، مدیران فراری شدن
و بلافاصله مقامات جلسه گرفتن و تا جلسه گرفتن گفتن باشه باشه ما جواب شما رو میدیم، نمیدونم دو ما دستمزدتون رو میدیم، خواستتون رو پاسخ میدیم و به این شکل به لکنت زبان افتادن و عقب میشستن. و اینم موضوع آل مهدیه و همینجور در چوب چوکا که آره تو خبرها میگم. به هر حال تو به ویژه الان تحرک بر سر علیه بیکاری زیاد شده تو جامعه. نمونش توی کارگران جویای کار در محشر که جلو فرمانداری جمع شدن، در بویر احمد و کوکلیه تو همین هفته در دیدار استانی روحانی تجمع بود و اعتراض بود و بارها کارگران تو آبادان تجمع کردن و در مقابل این بیکارسازی از یک طرف اعتراض علیه بیکارسازی ها یک محور اساسی اعتراضات تو جامعه رو تشکیل داده که رو فضای سیاسی شهرها تأثیر گذاشته، شهرها رو به تحرک در آورده و از اون طرف هم جنبش علیه بیکاری داره تحرکی از خودش نشون میده و این هم اتفاق مهمیه و میبینیم که در چند ماهه اخیر ما بی سابقه ترین شمار اعتراضات کارگری داشتیم تو چند دهه اخیر و محور اصلی شما هم تو گفتم میبینید که مسئله علیه بیکارسازی و علیه تعرضات حکومت است و کاملا فضای سیاسی هستش. خب هم بنابراین حالا ادامه بدم، تو هفته گذشت یک هفته پر جنب جوش اعتراضات کارگری بود. به نمونه کارگران و جوانان بویر احمد در حضور روحانی صحبت کردم که کارگران کارخانه قند یاسو، شرکت نفت، جمعی از کارگران قراردادی، جوانان متقاضی کار پلاکاردهای دستشون داشتن و اعتراض میکردن. یکی از این پلاکاردها توجه منو جلب کرد. تو پلاکاردی که گفتن مبارزه ما سیاسی نیست، خیلی جالبه، درست روزی که روحانی میاد اعتراض میکنن، خواهان کار میشن، میگن اعتراض ما سیاسی نیست. امروز تو این جامعه همه میدونیم همه هر اعتراض سیاسی، برای اینکه مستقیما حکومت رو به چالش میکشه، مستقیما سیاستهای ریاضت اقتصادی حکومت رو به چالش میکشه. و گفتن این شعار، نوشتن این شعار رو پرچم، فقط تأثیرش اینه که بر فضا اون سیاست ارعاب جمهوری اسلامی رو مورد تایید قرار میده. گفتن این شعار و نوشتن این شعار در واقع یک نتیجه دیگه اینه که گویی جرمه که کارگر خواست سیاسی داشته باشه، گویی جرمه. و تأییدی هست باز هم بر خفقان و بر سرکوب جامعه، این هم بخش دیگه از مسئله است. و یه جنبه دیگه که باید هوشیار بود اینه که گرایشات خاصی از جمله شورای اسلامی چیها و جریانات درون حکومتی و ملی اسلامی و اینا همیشه سعی میکنن میگن تشکر اعتراض ما سکوت مدنی سیاسی نیست، به خاطر اینکه تو چارچوب قانون کار و تو چارچوب موجود نگهش دارن، مبادا کنترل از دستشون در بره. بنابراین باید حواس ما باشه، اجازه ندیم با این نوع شعارا رنگ اعتراض ما رو به مخدوش کنن و کمرنگ کنن. ما اعتراض میکنیم اگه علیه بیکاری بگیم علیه بیکاری اعتراض داریم، اگر علیه دستمزدهای پرداخت نشه میگیم دستمزدمون رو میخوایم، حق حقوقمون رو میخوایم، کوتاه نمیایم، حق اعتصاب حق مسلم ماست، حق تجمع حق مسلم ماست، حق تشکل حق مسلم ماست، از فعالان همکاران کارگرمون دفاع میکنیم. به این شکل مستقیم خواستمون رو بگیم و اجازه ندیم که اینجور مبارزات ما رو به بیراهه بکشن و رنگ دیگه‌ای بهش بدن. به هر حال اینم نکته کوچیکی که بود در حاشیه این اعتراض. جالب تو همین روز کارگران دنا هم در بویر احمد اعتراض کردن و تو این اعتراض فرماندار گفته بود اگر تو این روزایی که رئیس جمهور تو این شهر اعتراض بکنید به خواستاتون پیگیری نمیشه، به خواستای شما، و تهدید کرد او کارگران و کارگران با ادامه اعتراضش رو جواب دندان شکنی به این تهدیدات دادن.
خب این هم بخش دیگه از فضای اعتراض تو هفته گذشت. یک در رابطه با فشار و تهدید کارگران هم باید نکته بگم که این رو هم این خبر رو میگم و بعد به اون مسئله میپردازم. تجمع اعتراضی کارگران شرکت کوهسر در اعتراض بعدم پرداخت 11 ماه دستمزد و ایدی سال 94 شون که در مقابل اداره کار این شهر تجمع کردن. یک کلیپ کوتاهی از تجمع این کارگران در مقابل اداره کار بندر انزلی هست. خیلی کوتاه، کارگران به زبان خودشون میگن خواستشون چیه. این رو میبینیم و بعد ادامه میدیم. تجمع کارگرای شرکت کوسر 11 ماه حقوق نگرفتن، ایدی هم نگرفتن، اداره کار بندر انزلی. بله کلیپ کوتاهی بود ولی جالب بود بخاطر اینکه از زبان خود کارگران میشنوید که اعتراضشون. مورد دیگه برگزاری دادگاه خانم نجیبه صالح‌زاده همسر محمود صالحی در سقز هست که روز 25 مرداد این دادگاه برگزار شد و ایشون در سقز در شعبه اول دادگاه ویژه شهرستان محاکمه شدن به جرم اتهام به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی. خیلی جالبه، انگ امنیتی میزنن به خاطر مبارزات مخالف خانم نجیبه صالح‌زاده. دفاع جانانه کرد اون موقع که همسرشون در زندان بودن، از مبارزه اون، از خواستای اون، از اعتراض اون، و خودشون یکی از فعالین کارگری هستن. و اتهاماتی برای پرونده ها و پاپوش های در واقع براشون جور کردن. مثلا گفتن که نجیبه صالح‌زاده دو مطلب ازش اعلام کردن که در فیسبوک درج شده و به خاطر اون بازجویی شده. اولش مربوط به حزب کمونیست ایران و دومی مربوط به رضا شهابی بوده که ظاهرا یه نفر به نام خانم ساناز یک صفحه فیسبوکی درست کرده، این دو مطلب رو درج کرده و خلاصه شماره گذاشته که از نجیبه صالح‌زاده بوده و اون و همسرش محمود صالح با هم دیگه نامه دادن و اینو جعل دونستن و گفتن این پاپوش دوزیه و گفتن هیچ وقت خانم نجیبه صالح‌زاده اصلا فیسبوک نداشته. و میبینید به چه چیزایی متوسل میشن برای اینکه انگ امنیتی بزنن و احکام زندان صادر کنن. و یکی از موضوعات اعتراض جنبش کارگری کارزاری قدرتمند بر سر این راه افتاد از سوی جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی و این کارزار در جریانه. و این موارد که اینجا خدمتتون عرض میکنم نشون دهنده اهمیت اون کارزاره که باید بیستیم، اجازه ندیم مبارزات ما با انگهای امنیتی سرکوب بشه. سرکوب مبارزات ما با انگ امنیتی یعنی حق تشکل ممنوع، حق اعتصاب ممنوع، حق تجمع ممنوع، یعنی آزادی بیان نداشته باشیم و هر کدوم اینا یعنی توهین به مقدسات و توهین به رهبر و نمیدونم اخلال در نظم امنیتی. و الان که شکایت های کارفرمایان هم به این داستان اضافه شده. خوشبختانه الان میبینیم تو محیط های کارگری وقتی کارگران دستگیر میشن تو اعتراض از کارگری، کارگران میستن میگن با همکاران ما آزاد بشه و موردش توی شهرداری اهواز که کارگران گفتن باید پرونده های تشکیل شدن باطل بشه. به هر حال این اعتراض رو باید جدی گرفت و گسترده جلو برد این کمپین رو و اجازه نداد. در همین راستا پرونده جعفر عظیم‌زاده است که از دادسرای ساوه به قم منتقل شده. جعفر عظیم‌زاده کسیه که این کمپین و کارزار رو اعلام کرد با اسماعیل عبدی و به این طریق دو سبه کارگران و معلمان کنار هم دیگه قرار گرفتن. جعفر عظیم‌زاده همین الان در مرخصی هستش، مرخصی درمانی به سر میبره و هفته گذشته برای بررسی وضعیت خودش تو دادسرای ساوه مورد مؤاخذه قرار گرفت و اخیراً به اون اعلام شده که پرونده‌اش برای اعاده دادرسی به شعبه 33 قم ارسال شده و دستاندرکاران قضایی در ساوه به اون گفتن که این ایامی که در بیرون هست جز مرخصی محسوب نمیشه و میزان حبس مورد نظر خودش سر جاش باقی میمونه. و خب اینم یکی از موضوعات اعتراض هستش. خب یکی دو دقیقه بیشتر وقت باقی نمونده. یکی این که اعتراضات کارگران ماشینسازی تبریز رو ما داشتیم تو هفته پیش گزارش رو گفتیم و بعدی بخش از مطالباتشون داده شد و میبینیم که هر جا که اعتراض از سنبه کارگران پرزوره اینا مجبورن
عقب بشینن. در رابطه با ایران ترانسفر که مبارزات جانانه داشتن 4000 کارگر، آخرین خبری که امروز منعکس شده اینه که اون سه کارگری که در حین اعتراضات اخراجشون کرده بودن قراردادشون بستن، قراردادشون بسته شدش و استاندار این شهر رزنجان گفته بود کارگران که تو تحصان شرکت کردن اخراج نمیشن و این یک موفقیت بسیار بزرگی برای این کارگران و برای جنبش کارگری و مبارزه قدرتمندی مثل مبارزه کارگران ایران ترانسفر داشتن. و همینطور تجمع اعتراضی کارگران پالشگاه خلیج فارس رو تو این هفته داشتیم که بعد از ظهر روز 26 مرداد بیش از 1000 کارگر پیمانکاری یکی از شرکت‌های زیر شاخه شرکت فولاد پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندر عباس در اعتراض به تعویق 4 ماه دستمزد و عدم پرداخت حق بیمه‌شون دست به اعتصاب زدن. و خب اینم باز نشان دیگه از فضای ملتهب اعتراضی در محیط‌های کارگر است. مقابل مجلس هم همچنان معلمان حق و تدریسی تجمع داشتن و در 25 مرداد 300 نفر از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی تجمع داشتن و مقابل مجلس همچنان محل تجمع و اعتراض هستش و که هفته پیش هم در این مورد مفصل در موردش صحبت کردیم. خب به نظر میاد که وقت برنامه ما چیزی باقی نمونده، بله 1 دقیقه بیشتر باقی نمونده. به هر حال متشکرم که با برنامه ما همکاری میکنید، اخبار میفرستید، گزارش میفرستید. در این دقایق آخر برنامه ما کلیپی داریم از اعتراضات کارگری در هفته‌ای که گذشت که مطابق معمول کلیپ رو می‌بینید و این تصاویر گویای وضعیتی که تو محیط‌های کارگری هستش. خب من از خدمت شما مرخص میشم و با هم دیگه این کلیپ رو می‌بینیم. برای شما شب‌ها و روزهای خوشی رو آرزو می‌کنم.